رژیم که هر روز ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد، رژیم تحت فشار افکار عمومی شروع به بازی مبارزه با فساد اقتصادی کرده است. یک نکته مسئله فساده. یکی از کارهایی که حتما باید انجام بگیرد مقابله با فساد. در همین راستا رژیم اعلام کرده که 150 مفسد اقتصادی را دستگیر کرده است. سوال اینجاست که آیا رژیم توان و اراده مقابله با فساد را دارد؟ در این زمینه باید گفت که ماهیت این رژیم بر روی فساد بنا شده است و یک بافت فساد آفرین است. رژیم بارها دست به این مانورها زده است. در سال 1373 در پرونده معروف به اختلاس 123 میلیارد تومانی بود که مرتضی رفیق دوست این دزدی را با شخصی به نام فاضل خداداد انجام داده بود. فاضل خداداد را در سال 74 اعدام کردند و مرتضی رفیق دوست را به ابد محکوم کردند که بعد از مدت کوتاهی هم آزادش کردند. در این فاصله صدها پرونده اختلاس رو شده است، اما هیچ کار جدی در این زمینه انجام نشده است، چون در این رژیم خانه از پای بست ویران است. رئیس قضاییه آخوندی اولین متهم می باشد. صادق لاریجانی با داشتن 65 حساب بانکی بیش از 1700 میلیارد تومان پول دارد. در این زمینه چپاول مقامات رژیم، برایان هوک نماینده ویژه برای ایران در وزارت خارجه آمریکا می گوید صدیق لاریجانی، the head of Iran's judiciary, whom we sanctioned in January for human rights abuses, is worth at least $300 million, thanks to the embezzlement of public funds into his own bank account. One Ayatollah worth many millions of dollars is known as the Sultan of Sugar. He pressured the Iranian government to lower subsidies to domestic sugar producers while he floods the market with his own more expensive imported sugar. This type of corruption puts Iranians out of work. همچنین در مورد ثروت خامنه‌ای برایان هوک گفت The Supreme Leader Ayatollah Khamenei has a $95 billion hedge fund. He tries to keep it a secret, but he uses it as a